رئیس جمهور نقش مردم رو در همراهی با اجرای طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها ستودنی توصیف. حالا اسمش خیلی فرقی نداره چی باشه، هدفمند کردن یارانه ها، مردمی کردن یارانه ها، عادلانه کردن یارانه ها، در نهایت فقط اون کردنش نصیب مردم میشه. امروز خبرنگار ما به فروشگاهی رفته و پیگیر شده ببینه با یارانه واریز شده چه کالاهایی میتوان خرید. دیدم میتونن با یارانه شون علاوه بر 4 کالای اساسی کالاهای دیگه هم خرید کنن. این برنجی که ما برداشتیم 10 کیلویه، توی یک ماه 10 کیلو برنج نمیخوریم 3 نفر. بله، خب این تشریحیه، اینو اجازه بدین تشریح کنم براتون. همونطور که میبینید خبر به مال رسانه ملی مال به دست، یه سری از فک و فامیلای آقای جهیزیه و بلال فروشه رو برده خرید که نشون بده با یارانه همه چی میشه خرید. حالا در نظر بگیرید که اینا جای پوشش اعتراضات مردم داره پخش میشه، مال کشی داره خوب پیش میره تا دم صندوق. مرغ 20 عددی 37 تا 700، شیرشون 9900، پنیر 225، ماکارونی رشته‌ای، روغن سرخ کردن، جمع مرغشون شد 284. چرا قیمت ماکارونی و روغن رو کات کرده بودن؟ خانومه فقط قیمت اینا رو نگفت، ولی رو تصویر نوشته بوده. چرا؟ نکنه شاید قیمتش مال قبل افزایش بوده و این گزارش مالکشانه قبلا ضبط شده. نه، بعید بدونم، محاله. رسانه مردمی ما که کارش کنار مردم بودنه، محاله بیاد واقعیت رو پنهان کنه. من میدونم یه ضرب میان میگن ما دوست نداریم، شما هم نخورید. اصلا ماکارونی نمیخورده شاید، حالا منم خیلی دوست ندارم چون خمیره. بابا یه چیز دیگه میخور آدم. خب تو بیا اینو بخور. یه چیز دیگه بخورن؟ چی بخور؟ ماکارونی که خمیره، نونم که آرده، ماهی هم که بوی زهر میده، مرغام که همه هورمونی هن، گوشت قرمز هم که نقرس میاره، زرد تخم مرغ هم که واسه کبد بده. واقعا الان دیگه وقتش یه طرح فتوسنتز ملی اجرا بشه، مردم رو وادار کنن جای صبونه و نهارشون روزی 3 وعده لقشن برن تو باغچه زیر آفتاب، نور خورشید رو تبدیل به غذا و اکسیژن کنن. اینجوری واسه آلودگی هوا بهتره.